سلام و درود به پارت سوم از کوتاهی 9 مدل فاندامنتال. خیلی خوش اومدین. این پارت میخواییم بریم سراغ یکی از کوتاهیایی که گفته بودم، راند لیر، یکی از اون 9 تا مدل پایه. این مدل راند لیره. فقط قبلش براتون توضیح بدم که اگر ببینید من خیلی سیاه افتادم به خاطر نورپردازی اینجا، همونطور که میدونید خب توی سالن چیزی نیستم، در حال حاضر در کشور آلمان هستم و داخل خونه دارم ویدیو رو ضبط میکنم، پس دیگه یه مقدار من سیاه افتادم، ببخشید. ولی خب کلمان کن اینا همه چی واضح است. سعی کردم دیوار پشت سرم سفید باشه که شما کاملا همه چی رو ببینی. از شونه دایوینگ سفیدم استفاده میکنم که کاملا همه چی برای شما واضح باشه. خب میخوایم بریم سراغ راند لیر، مدل راند لیر. بچه ها همونطور که گفته بودم محور اوور دایرکشن گرده، اوکی؟ گرد میشه راند. و لیر چیه؟ زوایای بالای 90 درجه، زوایای نسبت به سطح سر، زوایای بالای 90 درجه میشه چی؟ لیر. حالا ما میخوایم 90 کوتاه کنیم، میخوام یه راند بهتون تعبیر بدم. یعنی اینکه در الیویشن میشه ارتفاع گرد، یه شکل گرد بسازم. در محور دور سرم یه شکل گرد بسازم. حالا این مدل راند لیر، خب میتونید خیلی مدل متفاوتی بزنید. خب من میخوام اون پایش رو به شما آموزش بدم. بریم سراغ کوتاهیش. ببینید ابتدا میریم برای تقسیم بندی. قبل از کوتاهی شما باید تقسیم بندی انجام بدید. من بهتون میگم که تقسیم بندی ممکنه که یکم زمانتون رو بگیره، ولی چرا میخوام تقسیم بندی از تقسیم بندی بهتون یاد بدم؟ که اصولی یاد بگیرید و اصولی تمرین کنید. بعدن که سرعت دستتون رفت بالا دیگه لازم نبود اینقدر تقسیم بندی کنید، دیگه لازم نیست. یه تقسیم بندی جزئی میکنید، موها رو میریزید دوباره، حتی لازم نیست بپیچونید، کوتاهی رو انجام میدید، اینجوری سریعتر تموم میشه. ولی من اینجا مدرسم، دارم آموزش میدم، پس باید اصولی به تو آموزش بدم که همه چی رو ببینی. یه مقدار به سر رطوبت میدم، به موی سر. البته این پلاستیک ها، پلاستیکه، با اینکه به یورو هم خریدیم ولی خب دیگه پلاستیکه. جنس های خب گیرونترش هم هست که 70-80% میگن موی طبیعیه، باز اونم میگیری هی شونه گیر میکنه، داستان داره. بعد از اینکه رطوبت دادیم میایم از وسط. بچه ها ببین، از وسط که میگم از کجا؟ از بین دو ابرو، از بین دو ابرو وسط، دقیقا همینجا یه لاین جدا میکنیم تا عقب. اگر من بعضی جا رو دید کات زدم، فقط به خاطر اینکه وقت گرفته نشه، میبینید گیر میکنه تو مو، وقت گرفته نشه میام یه کاتایی میزنم که اینا رو شما نبینید رو اعصابتون بره. یکم این پایه رو بیارم پایین تر برای تقسیم بندی. وسط فاصله بین دو ابرو یه لاین جدا میکنیم. خب از وسط ما اومدیم چیکار کردیم؟ جدا کردیم، یه لاین جدا کردیم، میره تا پشت سر. اوکی ببین الان میریم سراغ پشت سر. این تقسیم بندی ما ببین قشنگ میره تا پشت سر. بنش، فقط دقت کنید دقیقاً صاف باشه، دقیقا پشت سر باشه. حالا شما اگر مشتری باشه توی آینه نگاه میکنید، یعنی وقتی فرق مشخص از گردن مشخصه و داخل آینه نگاه میکنید که کاملا این جدا تقسیم بندی شما صاف باشه، یا کلمان کن جلوی آینه قرار بدین و از جلو که نگاه میکنید صورت مشتری میبینید، یعنی صورت کلمان کن میبینید و خیلی راحت تر میتونید کار کنید. ولی خب من چون دارم آموزش میدم مجبورم
یه مقدار کارمو سخت‌تر کنم. این از این چیزا رو براتون میذارم قشنگ ببینید. آقا یهو نیم ویدیو رو کات کرده باشم، فقط جایی که شونه گیر میکنه ویدیو رو کات میذارم، بقیه جاها که دارم دوباره تقسیم بندی میکنم، نمیدونم یه مقدار تقسیم بندی اینجوری اونجوری میشه، دوباره میام و درستش میکنم، اینا رو میذارم که اینا رو ببینید که اگه براتون اتفاق افتاد فکر نکنید اوه چیز خاصیه. نه دیگه، لاین رو سوا میکنید، ممکنه یه مقدار جابجا باشه، ولی درستش میکنید، مهم اینه که درستش کنید. این هم از تقسیم بندی. در اونجا باز نیازه یه مقدار اوکیش میکنیم، اینو اوکیش میکنیم، فعلا این از پشت سر اوکی کردیم، بریم سراغ اوج سر. پس اومدیم اول از جلو سر تا پشت سر رو جدا کردیم، حالا میایم اوج سر. بچه‌ها اوج سر کجاست؟ ببین قشنگ بالاترین نقطه سر اینجا، از اینجا یه لاین جدا میکنیم میاد تا بالای گوشا. ببینید این اوج سره دیگه، درسته؟ این اوج سره، یه لاین جدا میکنیم از اینجا مستقیم تا گوشا. کلمان کنوید اینجا خالیه، اینجا خالیه، موی تو موی طبیعی اینجور نمیشه، ولی چون کلمان کنه اینجوری میشه. مهم اینه که یه خط صاف تا پایین جدا کنید. حالا اینه که جدا کردیم، دوباره من یه گیره میزنم بهتون میگم چیکار کنیم. حالا میایم قرینش رو این قسمت جدا میکنیم، میایم این قسمت و جدا میکنیم. ممکنه این ویدیو یه مقدار زمان بر باشه براتون چون آموزشیه، اوکی؟ و میخوام با تمام نکات بهتون آموزش بدم، اینجور نباشه که بگم اینو اینجا بزن تمام شد رفت. میخوام یه جوری به آموزش بدم که دیگه هیچ موقع فراموش نکنی، البته حتما بعدش برو تمرین کن. حالا اومدیم و از دو طرف چیکار کردیم؟ جدا کردیم، از دو قسمت ساید رو جدا کردیم. حالا اینکه بعد از اینکه دو قسمت ساید رو جدا کردیم باید چیکار کنیم؟ بیایم نیم ساز بغل، ببینید به این شکل بغل رو از بالا جدا میکنیم. خب یه نیم ساز درست میکنیم، وسط نیم ساز رو پیدا میکنیم، اینجا میشه جایی که بغل از بالا جدا میشه. بعدا که دیگه خیلی کار کنید حرفه بشید لازم نیست که نیم ساز هم پیدا کنید، دیگه متوجه میشید از کجا باید جدا کنید. گفتم من چون آموزش دارم میدم باید خیلی اصولی و دقیق باشه. بغل از بالا چیکار کردیم؟ جدا کردیم. میسیم جلوش، جلوی صورت و جلوی صورت وای میسیم، موها تو دستمون، تو مشتمون و به این شکل میپیچونیم. وقتی داریم میپیچونیم خودش این پایین دایره میشه، ببین یکم شلش میکنی، ببین شلش که کنی خودش هم دایره میشه. ولش کن، آه همینجوری زیاد هم از این سفت سفت بپیچونیم، یکم شل بذار که خاصی تابش بدی راحت تابش بدی، اینجا گیره نزدی خاصی بیا اینجا گیره بزنی راحت تابش بدی. بعد میایم گیره میزنیم، به این شکل گیره میزنیم که
حالا من گیره درست بزنم. تموم شد رفت و ما اومدیم اونها رو چکار کردیم؟ این تقسیم بندی رو اینجا انجام دادیم و گیرش رو زدیم. میایم سراغ این قسمت، دوباره ساید رو از بالا جدا میکنیم. نیم سازش رو در میاریم، وسط این نیم ساز. تموم شد رفت به همین راحتی. اینم اگر جای درست لاین رو جدا نکردم درست جدا میکنم، چون دارم آموزش میدم. یهو شما اشتباه متوجه نشید. حالا میام و این قسمت هم میپیچونم، ولی قبلش شونه کشی میکنم در این قسمتی که میخوام بپیچونمش. بعد از اینکه شونه کشی رو انجام دادم میام و میپیچونمش، سر رو میارم این و که شما ببینید و من بپیچونم. این زیرش هم سفت کنیم. به همین شکل میپیچونیم و ببین همینطوری که شلش کنی خودش گرد میشه. خودش گرد میشه. و حالا یه گیره دیگه میزنیم. این قسمت سایدم میتونید بپیچونید بچه ها، میتونید به همین شکل بپیچونید و گیره بزنید، ولی من این کارو نمی کنم. آقا شما بهتون یاد دادم پیچوندن دیگه، بپیچونید گیره بزنید، ولی من این کارو نمی کنم. میام و یه گیره اینجوری میزنم به این شکل که جدا بشه و در این قسمتم همینجور این قسمت سایدم ببین قشنگ جدا کردم و میام یه گیره میزنم، یه گیره میزنم به همین شکل که موها نیاد توی دستم. میریم سراغ پشت سر. در قسمت پشت سر گفتیم که وسط جدا کنیم و این داستانا، درسته؟ حالا باید یعنی برای راحت تر شدن کار خودمون میایم و از آکسیپیتال کجاست؟ اون آخر جمجمه هست برآمدگیه، از اونجا جدا میکنیم میایم تا گوشا. ببین اینو جدا کنم، گیره بزنم اینجا رو، میایم و از این آکسیپیتال جدا میکنیم تا گوش ها. ببین یه انگشتمون اینجا میذاریم میاد و خیلی راحت جدا میکنه. بچه موی طبیعی باشه، یعنی مشتری خود یه موی واقعی باشه، بخوایم روی سر کار انجام بدیم خیلی راحته. تقسیم بندی اینا دیگه این همه داستان نداریم. اگه موی طرف هم خیلی گیر کنه یه اسپری دو فاز میزنی راحت میشی، دیگه این داستانا رو نداره. منم هر جا میبینم گیر کرد رفت رو اعصابتو، ببین کات میزنم که اصلا خیالتون راحت بشه و رو اعصابتون نره این گیر کرده. میبینید یه خط کاملا صاف جدا کردم، ولی چرا اینجوری شده؟ اینجا مو نداره. میبینی اینجا مو نداره، فکر میکنی من بالا پایین جدا کردم، در صورتی که اینجور نیست. موهای در قسمت کرون یا همون تاج سر رو به این شکل میپیچونیم. بچه خودم دارم فیلم برداری میکنم رو پایه است و خودم دارم آموزش میدم، یعنی خودم تنها دارم این کار انجام میدم دیگه. سعی میکنم در بهترین نحو ممکن هم زاویه دوربین هم کار مشخص باشه.
دیگه حالا اگه ضعفی چیزی هست ما رو ببخشید. ممنون. اینم گیره و اینم کوچولو. میایم سراغ این قسمت. این قسمت رو انجام بدیم، میایم سراغ این قسمت و این قسمت هم دقیقاً قرینه این طرف جدا میکنیم تا بالای گوش ها. این برگیره میزنم تو دستم نیاد. رطوبت میدم و دوباره بشین گیره باز کن. گیره ایمو باز کن. حالا میایم دوباره از پشت سر تا کنار، حالا میایم دوباره از پشت سر تا کنار گوش. ببین کافیه این انگشتتون یا این انگشتتون اون بالای گوش باشه و این شستتون اینجا، شونه میاد اینجا، شستتون پشتش و میرید میرسونید به مقصد و جدا میکنید. حالا اگر کج و کوله بود دوباره میتونی صافش کنید. میگم چون من بعد یعنی بادی پوزیشنم همش اشتباهه، یه طرف دیگه ایستادم که دوربین کاملا برای شما مشخص کنه دارم چیکار میکنم. خب این طرف هم همونطور که می‌بینید کامل جدا کردم. بریم برای پیچینگ. حالا در این قسمت میام و به این شکل میپیچونم. ببین اگرم نخواستی بپیچونی میتونی همینجوری بپیچونی. خب حالا گیره کم آوردی یا نخواستی بپیچونی همینجوری بپیچون بندازش اینجا. آها، یا یعنی اینکه اینجوری بپیچون بیارش بذارش داخل گیره اون یکی بنشین راحت بشین نخوای 500 تا گیره بزنی. میایم الان از پشت سر، بچه ها از پشت سر این ببین لاین رو جدا کردیم که مرکز مشخص کنیم، درسته؟ ولی حالا میایم یه کوچولو از این ور میگیریم، یه کوچولو از اون ور، یه سکشن از این وسط جدا میکنیم دقیقا در وسط در مرکز گردن. ببین در مرکز این پشت گردن قسمت نیپ که میگن گردن، ببین زیر اکسیپیتال مستقیم یه لاین میایم جدا میکنیم. رطوبت میدم که گیر نکنه، کمتر از اذیتم کنه. میایم قشنگه سکشن از اینجا جدا میکنیم، یعنی یه لاین اینجا جدا میکنیم، گیره میزنیم و دوباره اینجا یه لاین جدا میکنیم و موها رو موهای این طرف هم گیره میزنیم. خب من اومدم یک لاین از این وسط جدا کردم. حالا میخوام در زاویه 90 درجه کاتش کنم. حالا وقتی که تقسیم بندیمون تموم شد میایم یه مقدار این گردن خم میشه. چرا این گردن یه مقدار خم میکنیم؟ به خاطر اینکه خودمون راحت تر باشیم دیگه، بادی پوزیشنمون راحت تر باشه، پوزیشن بدنمون راحت تر باشه. از تنشن ریزشون استفاده میکنیم، موها رو لیفت میکنیم. ببین الیویشن اینه، میگم مثلا 90 درجه ببین اینجا کات میکنیم. حالا من میخوام روند در بیاد، گرد در بیاد، یعنی در محور اوور دایرکشن یا دور سر گرد باشه، بالا هم گرد باشه، یعنی بالای سرم گرد باشه. پس من این لیفتو که انجام میدم حواسم به الیویشنم هست که در زاویه 90 درجه باشه و اینچ کات میزنم. یه هون نمیام این همه رو بزنم تا بالا. ببین میام اینچ کات میزنم، لیفت دقیق قشنگ مثلث کشش کاملا صاف
و دوباره اگه لیفتتون خوب در نیومد دوباره این کار رو انجام بدیم و میام چیکار میکنم؟ یک کوچولو 3 سانت اوکی 3 سانت کات میزنید، دوباره 3 سانت که کات زدید دوباره میرید لیفت میکنید. و چرا این کارو میکنم؟ چون هر قسمت از سر یه سطحی داره دیگه، من میخوام یه شکل گرد بسازم، پس نباید بیام و کلن یه کات بزنم. میبینید 3 سانت کات زدم. حالا اگه دقت کنید از همینجا داره گردی شروع میشه. حالا میام چیکار میکنم؟ برای اینکه بدونم درست انجام دادم و زاویه بهش ندادم، کراس چک میرم. خب کراس چک رو میرم و بعضی ما کراس چک ایراد کارتون میگیره. اینجوری نباشه که کراس چک اینقدر مو اضافه در بیاد بزنید، نه کراس چک ریز ریز موها، برای اینکه میخوای خیلی کارت دقیق باشه ریز ریز موها اونجوری نباشه که ببینی اینقدر مو در اومده زدی، اون دیگه کراس چک نیست، کوتاه کردی. حالا این وسط شد الگوی ما، این وسط شد الگوی ما و میاد الگوی طرفین میشه. چجوری؟ ببین میام و یه سیکشن، ببین همینو، همین که داخل دست منه، اوکی این الگوی وسط بود درسته، میام یه سیکشن از کنارش بر میدارم به این شکل، از کنارش بر میدارم و گیره میزنم. هرچی سیکشن ها رو باریکتر بردارین نظم کار خیلی بهتر میشه. و حالا سیکشن قبلی که برش بوده، یعنی برش دادم، با سیکشن جدید روی همدیگه میان و در وسط، ببین یه مثلث کشش که میگن، یعنی مثلث کششمون متساوی الساقینه، یعنی میان دقیقا وسط همدیگه، ببین در وسط، این یکی روی این قالب نمیشه یا اون یکی روی این قالب بشه، میان دقیقا در وسط همدیگه و برش میخورن. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه همش یک اندازه در بیاد، چون این مدل مدل راند لیره و لیرش در زاویه 90 درجه است، اوور دایرکشنش هم رانده دیگه، پس میخوام که همش گرد در بیاد، چه در الیویشن چه در اوور دایرکشن. پس مثلث کشش من کاملا متساوی الساقینه، لیفت میشه دقیقا در همون زاویه‌ای که برش قبلی رو انجام دادم و کاتم انجام میشه. دوباره دوباره لیفت میشه مثلث کشش کاملا باید دقیق باشه. حالا میریم کراس چک رو دوباره انجام میدیم. چطور بود کراس چک؟ چون عمودی کوتاه کردیم افقی کراس چک میریم دیگه.
همونطور که میبینید داره شکل گرد اینجا ساخته میشه. ببینید شکل گرد داره ساخته میشه. اوکیه. اینجا هم اوکیه. این موهایی که اینجوری زده بیرون مال خود کله مانکنه، چون وقتی موهاشو میکشیم در میان بعضی موهاش. حالا سکشن قبلی که الگوی سکشن بعدی بوده میره کنار به این شکل، میره کنار جدا میشه میاد کنار و میذاریمش تو این گیره. حالا این سکشن بعدی ما که برش خورده بوده میشه الگوی سکشن بعدی که برش نخورده به همین راحتی. این قسمت پشت گردن برای شمایی که داری کوتاهی انجام بدی یه مقدار ممکنه زمان بر باشه، برات اذیتت کنه، ولی بعد به بالا که میرسی راحت تر میشه. اینجا یه مقدار دقت کن. خب سکشن رو جدا کردیم و گیره میزنیم. مثلث کشش متساوی الساقین در وسط همدیگه برش میخورن که قدشون یه بر کوتاه نشه یه بر بلند باشه، وسط همدیگه میان در اون زاویه. از این قسمت هم برای شما بگیرم. ببینید در اون زاویه که میخوایم الگو رو میبینیم. ببین اینجا الگو رو میبینیم و برش سه سانت میریم بالا. یه ها نرید برش بدید تا آخر. هر قسمتی که تموم کردید برای دقت بالاتون سری کلاس چک بدید. ببین کاملا اوکی. اینا هم موهاییه که گفتم کش میان یا در اومده از سر و اینجوری میشه. تو سر طبیعی اینجور نیست. لیفت میکنی میبینی کاملا اوکیه. این هم از کلاس چکش. دوباره از وسط جدا میشه، سکشن قبلی میره پی کار خودش، این برگیره میخوره و این سکشنی که کوتاه شده میاد الگوی سکشن بعدی میشه. اینقدر سکشن هم به دو قسمت تقسیم میکنیم. آره به دو قسمت تقسیم میکنیم که کار تمیز در بیاد. میتونستم اینم بکشم روی این بذارم بره، تو می طبیعی همین کار میکنم بره، ولی چون دارم آموزش میدم میخوام شما اصولی یاد بگیریم. مثلث کشش دقت میکنم، به زاویه دقت میکنم. یه بار دیگه من کششم رو انجام بدم. دوباره کششم رو انجام میدم. میبینید سه سانت میرم بالا که دقت کار تمیزی کار بالا بره. حالا میریم سراغ کراس چکش. تو همون زاویه خودش میکشیم. ببینید فوق العاده تمیز در اومده. فقط اینجا موهایی که داره سرکنده میشه زده بیرون، یا اون اضافه های خیلی ریزی که میبینید خیلی ریز، اونا رو کات میزنید
همه چی اوکیه. تمام شد. حالا از وسط دوباره جدا میشه، میره کنار، میره سراغ کار خودش. این قسمت هم میاد و روی سکشن کنارش و در همون زاویه خودش لیفت میشه. ببین اینجا سطح اینجاست، پس من باید اینجا بکشم چون میخوام شکل گرد بسازم دیگه، درسته؟ و دوباره بالاتر اینم از این. میریم سراغ کلاس چک. ببین کامل گرد. یک کوچولو اینجا رو درست کردیم. اینجا کاملا اوکی. این طرف رو که تموم کردیم این سراغ طرف دیگه. حالا این سکشنی که وسط بود میشه الگوی این قسمت به همین راحتی. بچه ها حتما اینا رو یادداشت کنید که دیگه لازم نباشه ویدیو رو از اول ببینید، به خاطر خودتون میگم، به خاطر بازدید منم نیست بگم آقا ده باری ویدیو رو ببینید. آره متوجه نشدی ببین، ولی خب یادداشت کن که دیگه یه دفتر باز کنی متوجه بشی از چه قراره. میام و لاین رو جدا میکنم از همون وسط. این ور که کوتاه شده بود این کوتاه شده، یه لاین دیگه از اینجا میگیرم، یعنی یه سکشن این ور جدا میکنم و یه سکشن دیگه جدا میکنم از این ور. گیره میزنم. حالا این سکشن جدید میاد رو الگوی وسط که قبلا برش داده شده، یعنی نمیاد، میان وسط همدیگه و در وسط همدیگه طبق الگوی برش قبلی برش میخورن به همین راحتی. من مجبورم این زاویه اینو بچرخونم که دید شما اوکی باشه. ببین الگوی قبلی کاملا مشخصه. میبینم دوباره و برش. دوباره میبینم و برش. دوباره این برم میبینم و برش. میایم سراغ کلاس چک. فقط دارم اون خورده موها، ریز ریز موها رو دارم میزنم که دقیق در بیاد، وگرنه همه چی اوکیه، هیچ مشکلی نداره. ولی دقت کنید کلماکن اینجاها پره، اینجاها پره، اینجا خالیه. حالا از وسط جدا میشه و این سکشن میره اونور، گیره میخوره که داخل دستمون نیاد. حالا از این قسمت دوباره جدا میکنیم، یه سکشن جدید جدا میکنیم و اینور گیره میزنیم تو دستمون نیاد.
یه مقدار به کار رطوبت میدیم. شونه کشی میکنیم. الگو رو میبینیم و برش. دوباره 3 سانت بالاتر برش و دوباره 3 سانت بالاتر الگو رو میبینیم و برش. میریم سراغ کراس چک. میبینید شکل رو کاملا دقیق در آوردیم. اینم از کراس چک. حالا دوباره از وسط سکشن قبلی رو جدا میکنیم، این دازیمش اونجا کنار باقی موهایی که کوتاه شده و میشه این سیکشن، میشه الگوی برش بعدی ما. اینجا رو جدا میکنیم بعد میاریم اون برمیزنیم. من از این ور بگیرم شما کاملا ببینید. با تنشن های ریزشونه مو رو لیفت میکنیم و الگو رو میبینیم و طبق الگو برش. دوباره مثلث کشش رو نگاه میکنیم، الگو اوکیه و برش. دوباره تکرار میکنم، مدل راند لیره، ما میخواییم کار رو هم در الیویشن هم در اوور دایرکشن گرد در بیاریم. پس در زاویه 90 درجه لیر رو کوتاه میکنیم، اینچ به اینچ جلو میریم که کاملا گرد بشه، یعنی میلیمتر جلو میریم جلو که الیویشن کاملا گرد بشه و روند هم که داریم میکشیم 90 درجه نسبت به سطح سر میزنیم همون شکل سر رو میده، گرد میشه، یعنی شکل سر رو داریم در میاریم. میریم برای کراس چک. دوباره میریم بالاتر نگاه میکنیم. این خورده موها مو رو کوتاه نمی کنیم در کراس چک، داریم فقط تمام شد رفت. حالا دوباره سکشن قبلی جدا میشه، میری رو باقی سکشن ها. و سکشن بعدی میاد روی این سکشن و برش میخوره. همونطور که ببینید فقط این تیکه بوده. مثلث کشش دقیق باشه. حالا کراس چک میکنیم. تمام شد. این از پشت گردن زیر آکسیپیتال که الگو گرفتیم و کوتاهیمون انجام دادیم.
حالا چجوری ترین نسل درست کوتاه کردیم؟ فقط کافیه که از اینجا ببین، از این گوشه ببین، از این گوشه، این گوشه آخر و این گوشه آخر دو تا تیکه جدا کنیم، مستقیم بکشیم در مرکز سر. ببین کاملا اندازه است، کاملا اندازه است. پس ما درست کوتاه کردیم در مرکز، ببین کشیدیم یه مثلث میسازیم، نگاه میکنیم در اینجا دوتاشون اندازه برش خوردن، پس دو سمت اندازه است. حالا میایم از گوشه گردن، از این قسمت و از این قسمت، این پایین این گوشه، دوتا تیکه جدا میکنیم، میکشیم در مرکز و میبینیم، ببین دوتا این دوتا هم باز اندازن. پس ما کاملا این پشت رو صحیح کوتاه کردیم. بریم سراغ قسمت کجا؟ این قسمت، قسمت تاج سر یا کرون. این قسمت رو گیره زده بودیم، یعنی ورده بودیمش اینجا گیره زده بودیم، نپیچونده بودمش. در این قسمت ما این دوتا رو باید باز کنیم، در این قسمت ما این دوتا رو باید بیم باز کنیم و یه سکشن دقیقا در امتداد اون سکشنی که بالای اکسیپیتال جدا کردیم و جدا کنیم. اینم باز کنم، گیره بزنم اینا. میایم و قسمت تاج سر اینو صاف کنم دیگه، سر رو صاف کنم کاملا صاف. یه سکشن جدا میکنیم از این وسط، چون باید دقیقا در مرکز باشه، یه تیکه از این ور یه تیکه از این ور، که یعنی یه لاین از این ور یه لاین از این ور، که دقیقا در مرکز باشه سکشن اولمون. میاریمش اینور و گیرش میزنیم. حالا میخوایم این قسمت رو جدا کنیم، من میام اینور که کاملا شما راحت تر ببینید، دستم نیاد تو کار، و این قسمت هم میاریم یه لاین جدا میکنیم. گیره میزنیم. حالا لاین رو ما از وسط جدا کردیم، یه کوچولو هم از این ور نیاز جدا کنم، برم اون ور وایسم. حالا یه سکشن از وسط در قسمت کرون جدا کردم، ولی خب بیام همه اینا رو بگیرم، ببین از اینجا بیام همه اینا رو بگیرم بکشم، اینا تو دست من اذیت میکنه، سنگینی میکنه، اینا از وسط جدا میکنم، میندازم این ور. و حالا الگوی این چی باشه؟ الگوی این میاد از همین پایین، از همین پایین که یعنی از خود اکسیپیتال، یه کوچولو ور میدارم یه مقدار به همین شکل، زیرش بر میدارم و میشه الگو، الگوی برش چی؟ قسمت کرون من، یعنی قسمت تاج سر من. در همون زاویه 90 درجه نسبت به سطح سر، الیویشنشو دارم میگم، الیویشن عمودشو دارم میگم، و لیفت میکنم. الگوم اینجاست، میبینید الگوم اینجاست، طبق الگو برش، دوباره
میام لیفت میکنم برش. ببینید هر قسمت 90 درجه خودشو داره. میام لیفت میکنم برش، دوباره میکشم، مثلث کششم متساوی رو ساقینه، لیفت میکنم و کشش. حالا بریم سراغ کراس چک. همونطور که میبینید کاملا اوکیه و این خورده موها هست. بچه ها من مو رو کوتاه نمی کنم، خورده موها رو میگیرم که کیفیت کار بره بالا. حالا میریم سراغ ادامهش. میریم سراغ ادامهش. سر کاملا صافه. میریم سراغ ادامه. خب از همون پایین دوباره الگوی برش برمیدارم و کار لیفت میشه نسبت به سطح سر 90 درجه. دوباره کار لیفت میشه نسبت به سطح سر 3 سانت زیاد نمیرم بالا. ببینید بالا رو. دوباره میام ادامه این موها اینجا رو برمیدارم 90 درجه در سطح خودش برش. دوباره لیفت میشه و برش. این لاین رو کاملا، این سیکشن رو کاملا برش دادم. بریم کراس چکش هم بگیریم. ببین کاملا شکل سر. ببین کاملا خود شکل سر. اوکی تموم شد. حالا این لاین سیکشن وسطی میشه الگوی برش دو طرف. یعنی دو طرف قسمت تاج سر. حالا ما سمت ساید نرفتیم هنوز، اصلا سمت ساید هنوز نرفتیم. خب حالا از پایینم ما میگیریم و از پایینم الگو میگیریم، از بغلم الگو میگیریم که کار فوق العاده دقیق باشه. میام این سمت رو باز میکنم و یه مقدار با کارم رطوبت بدم. این کله ماکن انگار آب بش دارم میزنم با راه میام. میام الگو میگیرم، یعنی الگو دارم، میام یه لاین جدا میکنم. میتونم این سکشن رو همینجور بزنم بره این قد دقیقم نباشه، ولی چون دارم آموزش میدم نمیخوام کم کاری کنم. میخوام برای توی هنرجو که داری میبینی همه چی پرفکت و تمیز باشه و کاملا متوجه بشی دارم چی کار میکنم. همونطور که در سکشن قبلی هم این کار رو انجام دادیم، از این وسط میام این موها رو جدا میکنم، میندازم بالا که تو دستم نیاد و از این سکشن پایینی، ببینید از این پایینش هم، از پایین کارم که قبلا برش داده شده الگو میگیرم، لیفت رو انجام میدم، مثلث کششم کاملا متساوی رو ساقینه، 3 سانت کات، میرم سراغ بالایی و نسبت به سطح سر دوباره کات و اینجا دیگه 90 درجهش اینجا میشه. کراس چکشو میرم ببینم درست رفتم.
آره درسته، کاملا درسته. اینم کاملا درسته. میریم سراغ ادامه سکشن. و از همین پایین هم دوباره الگو میگیریم و همجوری نمیریم جلو، هم از کنار هم از پایین، که کارمون فوق‌العاده دقیق در بیاد. ببین توی که داری تمرین میکنی حتما اینجوری تمرین کن، کله مانکن رو یا روی حالا موی فامیل آشنا دوست داری تمرین میکنی دقیق تمرین کن و وقت بذار، یه وقت آزاد، ذهنت آزاد باشه، راحت نسبت به سطح سر، مثلث کشش هم درست و کوتاهی من انجام میدم. دوباره میبینی حالا سکشن هم یه مقدار اومدم این بردارم، کاتم رو انجام میدم. چرا؟ چون شکل سر الان اومدیم در کنار سر دیگه، یکم اینجوری شده، پس کشش هم این ور میره 90 درجه. به اینا دقت کنید. برش رو دادیم، میریم سراغ کراس چکش. سکشن قبلی جدا میشه، و سکشن قبلی جدا میشه میره کنار، و سکشن بعدی میشه الگوی برش بعدی. میبینیم این سکشنیه که برش خورده، میایم این سمت و دوباره یه سکشن جدا میکنم سعی میکنم کاملا صاف و تمیز جداش کنم. و اینا رو هم گیره میزنم. میذارم اینجا که تو دستم نیاد. رطوبت میدم به کار. مثلث کششم متساوی الساقینه و یه خورده این گردنم از سفتش کنم.
دوباره از اینجا تقسیم میکنم، این باقی رو میندازم بالا که توی دستم نیاد، و از این زیر یه الگو میگیرم. با تنشن ریزشونه، با تنشن ریزشونه قشنگ از کف سر لیفت میکنم و کات. شاید برای موهایی که مثلا سفید باشه یا دکلوره شده باشه شما این چالش رو داشته باشید، چالش رو داشته باشید که هی نگاه میکنید الگوتون رو گم نکنید. الان این مو هم چون حالا رنگ موهاش رو گندمی و اینا یه مقدار داخل سکشن گرفته، داخل الگو گرفتن، مثلا هی باید دقت کنم که کجاست الگوی من. همونطور که میبینید کاملا اوکی. دوباره کلاس چک و میبینید اوکی اوکی. این موی بلندم که اومده بود بیرون گفتم که کنده میشه از خود سر. میریم سراغ ادامه سکشن. لیفت میکنم، مثلث کششم، الگوی برشم، همه چی مشخصه. بچه شده 10 بار لیفت کنید ولی لیفت سالم داشته باشید، همینجوری لیفت نکن بزن. میدونم وسطش حوصله سرور میشه برای تو که تویی که اینا رو بهت میگم چون بعدا بهش میرسی یا داری کار انجام میدی حوصلت سر میره، اصلا ممکنه کله رو ول کنی وسط کار. چرا؟ چون داری آموزش میبینی. سخته دیگه عزیز من. اگه اینجوری بود که من نگاه میکنم تو یوتیوب دیگه، تو یوتیوب میبینم کسی آموزش اینجوری نمیذاره. چرا؟ یکی اینکه حالا شاید اون میخواد هنرجو بگیره، خب حق داره دیگه، میخواد درآمد کسب کنه، ولی اینجوری با حوصله نمیذارن به خاطر که خیلی وقت میخواد، یا مثلا بخوان این کار رو انجام بدن یه مقدار کم و زیاد نشه تو کارشون. حالا خیلی بهش خیلی چیزا بستگی داره، نمیخوام واردش بشم چون خودم قبلش سرچ کردم ببینم کسی آیا 9 مدل پایه رو بچهای فارسی زبان کسی اینا رو آموزش گذاشته یا نه، که دیدم 9 مدل پایه رو نه کسی نذاشته. اگرم گذاشتن مثلا همینجوری تقسیم بندی های مثلا فنده ای جدا کرده زده سری رفته، آره اونم درسته به اون نتیجه میرسی، ولی کیفیت دقت چون داری آموزش میدی باید درست باشه. بعد از این که جدا کردیم، یعنی بعد از این که کات کردیم، من گرین دوباره بزنم از وسط دوباره لاینو جدا میکنم از وسط جدا میکنم و سکشنی که الگو بوده میره کنار و سکشنی که برش خورده و الگوی جدیده میاد الگوی کناری میشه. همین گیرش میزنیم
میام این ور و از این ور سکشنم رو جدا میکنم. این گیره رو بذارم اینجا. سکشنم رو کاملا صاف، منظم، دقیق جدا میکنم. روی سر خیلی راحت تره این کارا، راحت جدا میکنی اینا روی سر. ولی مثلا وقتی که روی کله مانکنه یکم خسته کننده میشه، یه گیر میکنه فلان و اینا، حوصله سر برمیشه. حالا سکشن قبلی که برش خورده میشه الگوی سکشن بعدی و در وسط کات میخورن، در وسط همدیگه کات میخورن که دوتاش یه اندازه بشه. میام این بالایی رو جدا میکنم، میندازم این بر. از زیرش دوباره یه الگو میگیرم. که کارم دقتش بره بالا. لیفت نسبت به سطح سر و دوباره میرم سراغ ادامه. میام و از کناری اومده اینا بذاریم کنار، مال بالایی این چیزی نیست. و اینم مال اینو دوباره باید برش بدم چون بالایی اومده داخل کار. بریم و کلاسیکش رو ببینیم. دوباره بالاتر یه جوری میگیرم که شما هم کلاسیک رو ببینید و همونطور که میبینید بچه ها ببینید شکلمون کاملا درسته. بریم سراغ ادامش. ببینید نسبت به سطح سر دارم میکشم آه. لیفت من نسبت به سطح سر 90 درجه نسبت به سطح سر و برش. حالا که از چکمو میرم اوکیه. حالا از این وسط جدا میشه. سکشن از این وسط جدا میشه و این سکشنه که برش خورده میره الگوی بعدی.
اینم به دو بخش تقسیمش میکنیم که بعدی نوبت خودش بشه و میایم سراغ کوتاهی این قسمت. هر قسمتی میخوای برش بدی باید بادی پوزیشن درست جوری باشه که تو اون قسمت راحت بتونی لیفت کنی و مثلثی کشش تو ببینی و کوتاهی انجام بدی. این قسمت چون دیگه کمتر میشه به خاطر همین نیازی نیست به دو قسمت تقسیمش کنیم. یک کوچولو هم پایینش الگو میگیریم و یه مقدار این یه مقدار جداش میکنم نصفش میکنم که یه مقدار راحت تر باشم. مثلث کشش یه مقدار دیگه نیاز داره بهتر لیفت بشه. اوکی میریم سراغ ادامه. سه سانت همینجوری فله ای نمیزنم برم بالا. بعدش کراس چکشو میرم. می‌بینی شکلم دقیقه ادامش و لیفت میکنم نسبت به سطح سر و برشم رو انجام میدم. به این مثلث کشش کاملا چی بوده؟ متساوی ساقین بوده و حالا اوکی شکلم اوکیه. به این میگن کراس چک. افقی کوتاه کنی عمودی کراس چک باید بری، عمودی کوتاه کنی افقی باید کراس چک بری. این برای دقت کارتون خیلی مهمه، حتما کراس چک رو انجام بدیم. یه مقدار رطوبت میدم به کار و یه سیکشن جدا میکنم. این دزمی برگیره میزنم و میایم سراغ این آخر آخرین سکشن. از پایینم میبینید از پایینم الگو گرفتم، لیفت میکنم نسبت به سطح سر. چه داستانی داریم این گرو؟ دوباره لیفت انجام میشه. بچه آینه جلوتون باشه خیلی بهتره، من هیچ آینه الان کنارم نیست، اون طرفه و پشت به دیوار دارم کار میکنم. آینه باشه کنارتون خیلی کارتون راحت تر میکنه. اوکیه و میریم اینجا. اینجا هم کاملا صاف اوکیه. خب این قسمت تموم شد، میریم سراغ اون قسمتش.
یعنی این قسمت کرون یا تاج سر. اول از هر چیز باید بیم چی کار کنیم، این وسط و لاینی رو که جدا کردیم و جدا کنیم، به همین شکل جدا میکنیم. شونه کشی میکنیم. اوکیه. سکشن الگو رو جدا میکنیم چون قرار الگو این برش این طرف هم بشه، پس باید دقت کنیم که درست جدا کنیم. حالا میایم این طرف رو گیره میزنیم که تو کارمون نیاد. و این یه لاین بود، خودش لاین وسط بود، یعنی از وسط اومده بود، یه سکشن جدا شده بود و ما کوتاهیمون رو انجام دادیم. حالا میایم کنارش دوباره یه سکشن دیگه جدا میکنیم. جدا میکنیم و موهای اضافه این برو گیره میزنیم. رطوبت میدیم به کار. اوسط سکشن رو نصف میکنم که کارم راحت تر باشه موقع لیفت کردن این داستانا. و یه مقدارم الگو پایین میگیرم. سر به سر لیفت میکنم. الگوی برشم رو میبینم و سه سانت برش میدم. دوباره میرم بالاتر. کراس چک میرم. خب همونطور که میبینید کاملا اوکیه. اوکیه و قشنگ راند راند در اومده. میریم سراغ ادامش. از پایین حتما ما باید الگو بگیریم که کارمون دقیق در بیاد. بازم میگم بهت، اگه میگه آقا چقدر طول کشیده، خب بچه این آموزشیه، بعد روی کله مانکنه، فقط کل وقتمونو همین گره باز کردن این داستانا گرفته و دارم توضیح میدم. اینجوری نیست بکشم سری بزنم اینو، بعد موی طبیعی خیلی راحت تر انجام میده شما کارو. الگومو میبینم و برش دوباره. اگه کامل بیام برش بدم یه شکل درستی نمیسازم دیگه، من باید با زاویه 90 درجه پیش برم. اما مثلث کشورم باید چی باشه؟ متساوی الساقین باشه که در پایان کار یه شکل روند رو بسازم، گرد رو بسازم دیگه. بازن این موهای میمید کشیده شده و کنده شده داخل سره.
اوکیه، درست کات زدیم. حالا از وسط میایم و جدا میکنیم مو رو. میندازیم اونور، گیره میزنیم و دوباره یه لاین اونور جدا میکنیم. جدا میکنیم و گیره میزنیم. یه مقدار رطوبت میدم از وسط، نصفش میکنم که توی دستم نیاد، راحت بتونم کار انجام بدم. از پایین الگو میگیریم، مثلث کشش رو چک میکنیم. و این سراغ بعدی، سه سانت بعدی دوباره چک میکنیم. کلاس چک. اوکی. بیرو سراغ ادامه سکشن. بیرو سراغ ادامه سکشن و لیفت میشه. دوباره لیفت میکنم که کاملا کارو تمیز و دقیق در بیارم. این خیلی مهمه. دوباره میام و از این وسط لاین جدا میکنم. خب این الگو رو ما جدا کردیم و میریم سراغ سکشن بعدی. و اینجا گیرش میزنیم. دوباره از این وسط جدا میکنیم که توی دستمون نیاد، راحت تر باشیم.
از این زیرم الگو میگیریم. نسبت به سطح سر مثلث کشش دقیق و مثلث هم یه مقدار باید دیدی برتر دقیق و 3 سانتی برش میدم. دوباره میرم بالاتر، دوباره برش میدم. حالا یک کلاس چکی برم. اوکی، دوباره یک کلاس چکی دیگه و اوکی. میریم سراغ ادامه کار و هم از بالا هم از، یعنی هم از بغل هم از پایین من الگو میگیرم. همینجوری نمیرم جلو و کات بزنم. برش انجام میشه و حالا میام الگو میگیرم. اوکی، از وسط جدا میکنیم. از وسط جدا میکنیم و این سکشن رو میبریم و گیره میزنیم که توی دستمون نیاد. میارم کنار و گیره میزنم. میریم سراغ ادامه سکشنمون در این قسمت. به 2 قسمت تقسیمش میکنم. که آخرین سکشن رو بعد از این بزنیم. به 2 قسمت تقسیمش میکنیم. نسبت به سطح سر لیفت میشه. الگوی برش دارید میبینید دیگه. آها، میریم سراغ ادامه سکشن. زاویه اینجاست،
زاویه 90 درجه اینجا میشه. پس ما میایم و لیفت میکنیم تو اون زاویه و برشمون رو انجام میدیم. میریم سراغ کلاس چکش. اوکیه. اوکی. و سکشن آخر، البته اینو باید اول جدا کنیم. جدا میکنیم تمیز. میندازیم اون بر روی باقی دسته مون و گیره میزنیم. گیره رو اینو جدا میکنیم. بریم سراغ از پایین هم الگو داریم. بریم سراغ کتای آخرین سیکشن در پشت سر و قسمت کارا. کلاس چکش هم میریم. اوکی اوکی. این از پشت سر. این از پشت سر. هنوز پایین بچه ها این شکل داخلی رو ساختیم، شکل خارجی رو نساختیم. شکل خارجی رو پایان کار میسازیم. این از این. حالا ببینیم که آیا دو طرف اندازه است. اوکی هنوز. میاییم و از این گوشه ببینیم بچه ها. دقیقا ببین از این گوشه و از این گوشه، گوشه بالا دو تا تیکه جدا میکنیم. من این ور بذارم که مشخص بشه. ببین از این گوشه و از این گوشه دو تیکه جدا میکنیم و میاریم دقیقا در مرکز. ببین دو تا اندازه است. چطور بتون نشون بدم؟ آها ببین اندازه اندازه است. پس ما اینجوری متوجه شدیم که اوکی اشتباه نرفتیم. حالا دوباره یه تیکه از این قسمت، ببین بالای گوش یه تیکه از این قسمت جدا میکنیم، میکشیم در پشت سر و بله اینجا میبینید دو قسمت اندازه است. در مرکز میکشیم چک میکنم. بریم سراغ قسمت ساید. قسمت ساید رو چی کار میکنیم؟ ببین عزیز من، شما میای و یه قسمت از این پشت یه سیکشن اینجوری جدا میکنی، میشه الگوی سایدت و همین راحتی میشه الگوی ساید شما. باقیش هم گیره میزنی که نیاد تو دستت. حالا ممکنه بگی آقا چند سان بردارم این سکشن ها رو که اشتباه نشو اینا. ببین از من، شما میتونی دو سان برداری. اوکی هرچی ریستر مثلا دو سان برداری، سه سان یه مقدار درشتر میشه. باید دقت کنی که تو کار تنظیم باشه. بیا دو سان بردار و بزن. یه مقدار رطوبت رو کار میدیم و صورتش هم دیدید بالاخره. قسمت سایت به این قسمت میگن سایت، برای اون کسایی که نمیدونن
بالای گوش یه برنامه دیگه بهش میگن قسمت سایت. حالا دیگه کلا به این قسمت میگیم سایت. حالا بخوایم تقسیم بندی کنیم، آره اینجا تمپل شقیقه است، این چیزا لیفت میشه، الگو رو میبینیم، پس باید اینجا بیاد. آها درست شد. کلاس چک میریم. اوکیه. کلاس چکمون اوکیه. دوباره اونجا هم کلاس چک میریم و اوکی. سیکشن قبلی میره پی کار خودش. یه باش کاری نداریم. میره در پشت سر و گیره میخوره. حالا این سکشنی که دورش داده شده بود میاد و الگوی سکشن بعدی میشه. گیره بزنم اینجا یا اصلا گیره نزنم اینجا میفته دوباره بندازمش این بالا. آره بندازمش این بالا که بعد کوتاش کنم. الگو کاملا مشخصه. طبق الگو باش. و سرسه کشش هم متساوی و ساقه. کلاس چک رو میرم. یه فقط خورده مو، این موهای ریز خورده مو رو اینا رو میزنم. من کوتاه نمی کنم، بهتون قبلا گفتم توی کلاس چک کوتاه نمیشه. سکشن قبلی میره پی کار خودش در پشت سر و سکشن کنارش که برش خورده میاد الگوی سکشن بعدی میشه و دوباره لیفت میکنیم. با سلسه کشش درسته؟ آره درسته. برش دوباره این قسمت شقیقه یکم تو رفتگی داره. برای اینکه اگه خواستید کارتون خیلی رونتر بشه، گرتر بشه، میتونید یکم بیرون بکشید بزنیدش. اوکی؟ چون ما داریم روند لیه، داریم شکل خود سر رو میسازیم. حالا این مدل که مدل روند لیره میشد مثلا یه مقدار جلوش بلندتر باشه. آره میشد، ولی من دارم خود روند لیر رو براتون کوتاه میکنم. چون دارم یکی از نه مدل پایه رو بهتون آموزش میدم، پس طبقا میریم جلو. بعدش دیگه برید جلو تا آخر ویدیو رو که نگاه کنید همه چی دستتون میاد بچه ها، کاملا صاف همه چی دستتون میاد، راحت میدونید چی به چیه، جریان از چه قراره. بریم سراغ این قسمت. خب هرچی گیره بوده زدیم به این قسمت. این طرف سایت هم دقیقا مثل همون طرف کوتاه میکنیم. یه لاین از این پشت جدا میکنیم. یه لاینه، یک لاین از همین پشت جدا میکنیم.
میتونستم این ویدیو رو سرعتی بگیرم، یعنی بندازمش روی سرعت و روش صحبت کنم، ولی خب اینجوری کسی که بخواد واقعا یاد بگیره یاد نمیگیره، حقیقتش درست یاد نمیگیره. باید قشنگ ببینه حتی شونه تو مو داره گیر میکنه، لاینای من چند بار میکشم، اینا رو ببینه که قشنگ یاد بگیره. یه لاین جدا میکنیم، باقی موها میاد اینجا و گیره میخوره. یه مقدار رطوبت میدم به کار که گیر نکنه اینقدر. حالا من باید یه جوری وایسم که شما ببینید، میچرخونم اینو به این شکل که شما کاملا ببینید دارم چیکار میکنم. الگو رو میبینید؟ جدا میشه سکشن قبلی، میره پی کار خودش. و یه هم بندازیم بالا بگیره نزنیم. دیدید دیگه سکشن قبلی اومد الگوی برش سکشن جدید بشه. دوباره نصف میشه این سکشن هم. البته باید کلاسچکشو بریم، کلاسچکشو برم من. اینا ها این مال این بالایی هست اومده تو کار، این هم مایه که در اومده، باید خیلی دقت کنیم. اوکیه، این هم اوکیه اوکیه. خب جدا میشه و بریم سراغ سکشن کنارش. این سیکشن هم تقسیم به دو میکنیم که توی برش بعدی دیگه این هم بزنیم بره.
بریم سراغ کراس چکش. حالا سکشن کناری جدا میشه. سکشن یعنی قسمت، برای اون کسی که نمیدونه. لیفت کردن یعنی کشش، کشیدن. لیفت میشه، الگو رو دارید میبینید دیگه خودتون. مثلث کشش رو میخواد درست کنم. میریم کراس چک رو انجام میدیم. این قسمت رو کوتاه کردیم. این از دور سر. بریم سراغ بالای سر، یعنی جلو سر. قسمت اوج سر به جلو سر، اپکس به فرونتال. اپکس میشه سقف سر، فرونتال هم میشه جلوی سر. حالا ما گیره میزنم این دو قسمت رو که توی کار نیاد توی دستمون و اینا رو باز میکنم. از این وسط ببین اندازه فاصله بین دو ابرو، یه سکشن جدا میکنم، میام وصل میکنم به پشت سر. یه رطوبتی به کار برم. میریم سراغ سکشنی که باید از وسط جدا کنیم. اینا رو گیره میزنم که توی کارم نیاد، توی دستم نیاد. این لاین اومدیم و یعنی این سکشن اومدیم از وسط جدا کردیم. حالا این طرفم گیره بزنم که چیه کارم نیاد.
حالا چون میخواد لیفت بشه بالا، یه مقدار من دوربینو ببرم بالاتر. از وسط جداش میکنم که مقدار کارم راحت تر بشه. از پشت سر الگو میگیرم، ببین از پشتش هم الگو میگیرم که بدونم چقدر باید کوتاه کنم. 90 درجه نسبت به سطح سر لیفت میشه و ببین من باید این ور وایسم. چرا باید این ور وایسم؟ چون الگوی برش این وره. من باید این ور وایسم و لیفت کنم و برش بدم. دوباره لیفت. و لیفت میشه نسبت به سطح سر. دوباره بیم سراغ ادامه سکشن. ادامه سکشن رو میارم توی دستم. ببین اگر میخواستیم جلوتر بلند تر بشه قسمت چتری و اینا جدا میکردیم ها. اوکی ولی شو داریم مدل روندلی رو میزنیم. دوباره لیفت میکنم نسبت به سطح سر و آره ببینم درست افتاد. برش. دوباره لیفت نسبت به سطح سر. برش. میگم کراسچکش رو میریم. کراسچک رو میریم ببینیم که همه چی اوکیه. آره اوکیه. اینم از الگوی وسط ما. حالا این الگوی وسط، این سکشن وسط ما که نقشه الگو رو بازی میکنه، میاد برای دو طرف، یعنی میاد این قسمت رو روی این سکشن الگو میریم، سکشن کناری رو الگو میریم، میتونیم از وسط هم نصفش کنیم، میتونیم از وسط هم نصفش کنیم که حجم بالایی نداشته باشیم. میندازیم این ور. اینجاست. سکشن بعدی جدا میشه. ببینید سکشن کناری جدا میشه. و بیام این بر وایسم که شما بهتر ببینید.
از پشت سرم الگو میگیریم نصفش میکنم که راحت تر باشم. ببینید چند بار لیفت میکنم کارم دقیق در بیاد. الان اوکی در اومد. سه سانت میرم جلو، مثلث کششم متساوی و ساقه این. اینا یه تکرار میکنم که این نگیزو چقدر تکرار میکنه، تکرار میکنم که کاملا بره تو ذهنت. یه بار بیام این چیزو بگم یادت میره بعد، ولی اینقدر تکرار میکنم که حتی نوشته باشیشم باز دیگه تو ذهنت هم مونده باشه. خب میریم سراغ کلاس چک. لیفت میکنیم کلاس چک رو میریم. اوکی میبینید کلاسیکش رفتیم، حالا یه مقدار رطوبت میدم به کار. رطوبت میدیم از وسط جدا میکنیم. الگوی برش قبلی میره اون طرف. من وایسم قشنگ. میاد این طرف و گیره میخوره. حالا لاین یه سکشن جدید برمیداریم. گیره رو در میارم در این مقال. خب این سکشن آخره. یه مقدار سر رو به این بر تاب میدم که هم خودم راحت باشم هم شما کاملا ببینید دارم چی کار میکنم. وقتی سر اینجوری میکنم دیگه سکشن راحت میکشم بالا. این سکشن زیادی درشته برای این میدن. من میام یه مقدار از این سکشن رو کم میکنم که کار دقیق تر در بیاد. یه مقدار از این سکشن رو کم میکنم میذارم کنار. ببینید یه مقدار این سکشن رو کم کردم، و که کارم دقیق تر در بیاد.
از پشت سرم الگو میگیرم، هم از کنار هم از پشت سر الگو گرفتم. دقیق برید جلو بچه ها، حتما توی که داری تمرین میکنی وقت بذار. حالا این ویدیویی که بعدا شاید شما مثلا یه ساعت خورده ای دو ساعت ببینیدش، من اینجا 3-4 ساعت معطلش شدم، چرا این موها گیر میکردن. ببین کشش خیلی مهمه، اگه کششت بد باشه اصلا الگوت مشخص میشه که آقا کششت داره بهت میگه کششت بده، یعنی الگو صداش در میاد، حتی میتونی متوجه بشی. با تمرین زیاد این به دست میاد، اصلا چیز نگران کننده ای نیست. اگر بار اول یه مقدار اذیت شدی دقیق نشدی میتونی یه تمرین کنی. و یه چیزی که بهت بگم، بگم سوال کلاس چکش، و یه چیزی که بهت بگم اینه که با حوصله این کار انجام بده اول. بعدش تو که کله مانکن میگیری نه، یا اینقدر مو رو بزن، اینقدر بزن که روی این مو حداقل 20 بار بتونی تمرین کنی. در همون زاویه که لیفت کردم کشیدم کوتاه ما انجام دادم میام میکشم و کلاس چک ما انجام میدم، اونجور نباشه که یه زاویه دیگه کلاس چک انجام بدید. از وسط جدا میکنم، سکشن قبلی میره این طرف، میاد این طرف، میریم سراغ سکشن آخر. من از این جلو هم بهتون نشون بدم، ببین سکشن آخر سر رو کچ کردم، بذار این از جلو بزنم ببینید دارم چی می کنم. از پشت سرم الگو می گیرم، طبق الگو برش دوباره سکشن بعدی برش، و برش میام کلاس چک رو انجام میدیم. برش ها دقیق درست، برش ها دقیق درست. حالا میخواییم ببینیم آیا این بغل به بالا کانکت شده درست، چی کار میکنیم؟ یه سکشن هم از این بغل برمیداریم، یه سکشن هم از این بغل برمیداریم، میکشیم بالا. نه اوکی اوکی، ببینید دقیقا درست وصل شده. کلاس چکش هم ببینید کاملا رانده، ببینید گرده. خب این برنامه چک میکنیم، پدرم اون در بردیم گیرا. میبینید کاملا در اینجا راندی رو مشاهده میکنید. این طرف تموم شد، بریم سراغ این قسمت سر.
میایم سکشن وسط که الگوی برش ما بوده رو جدا میکنیم. من میبر بایستم که شما کاملا ببینید من دارم چی کار میکنم. میایم و جدا میکنیم. این ور رو گیره میزنیم وقتی جدا کردیم. حالا میایم سراغ سکشن کناری. لاینی رو که سکشنی رو که از این طرف جدا کردیم میبینید کاملا صاف اومده اینجا و جدا شده. حالا یه مقدارم از پشت سر جدا میکنیم، یعنی از بالای سر تاج سر جدا میکنیم که دقیق پیش بریم. بچه ها خیلی مهمه که دقیق پیش بریم. یه مقدارش رو میذارم کنار دستم بازتر بشه راحت‌تر باشم. لیفت میشه نسبت به سطح سر. برش دوباره برش. مثلث کشیشم رو نگاه میکنم، دقت میکنم و برش. میایم سراغ کلاس چک. کلاس چک رو من یکم براتون مشخص بگیرم. یعنی کاملا شکل خود سر. حالا یه لاین، یعنی از وسط اینو جدا میکنم و یه الگو میذارم برای کنارش.
گیره میخوره، لاینی رو که جدا کردیم اضافهش گیره میخوره. بیریم سراغ سکشنمون. یه مقدار از پشت سر، یعنی از قسمت تاج سر الگو میگیریم، میایم جلو، اینو تقسیم میکنیم که دست ما آزادتر باشه، راحتتر باشه، و یه مقدار سر رو کچ کنیم به این شکل، چون این طرف رو هوای سن بزنم به خاطر که دارم فیلم برداری هم میکنم که راحتتر لیفت کنم، زاویه درست باشه. الگو رو میبینید اینجاست، لیفت هم باید این مقدار درست تر باشه. الان درست شد. دوباره لیفت انجام میشه و برش. لیفت رو دوباره باید انجام بدیم. میریم سراغ کراس چک. بچه بازم دارم تکرار میکنم، اگر میبینی زیاد داره طول میکشه آموزش، فقط و فقط به خاطر اینکه من دارم پایه‌ای آموزش میدم، پایه‌ای آموزش میدم و با توضیحات کامله. اگر نه موی طبیعی باشه گیر نکنه سریع میزنی میره، حالا گیرم بکنه موی طبیعی اسپری دو فاز میزنی باز میکنه میزنی میره. یعنی این مدل روی سر مشتری نیم ساعت برای من بیشتر طول نمیکشه. ولی دارم تدریس میکنم، تدریس هم که میکنی باید درست تدریس کنی، طرف اون کسی که داره میبینه کامل یاد بگیره. این الگو بود دیگه، این سیکشن الگونه، برای این ور جداش کردیم، دوباره یه سیکشن از این ور جدا میکنیم. یه سیکشن از این ور جدا میکنیم. این هم سیکشن آخره دیگه، یعنی یکی مونده با آخر، این میذارم کنار یا آخری رو. ببینید بازم گیر داره، باید بشینم جداش کنم. بعد از این که کلی کلنجار رفتیم گیرش باز شد، اون لیفت میشه و از پشت سرم الگو داریم، لیفت میشه 90 درجه نسبت به سطح سر، کات.
کلاس چک و دوباره این قسمت هم کلاس چک میریم. به دو قسمت تقسیم میشه. الگوی برش قبلی میره سراغ میره اون طرف دیگه. این چیزا رو هی میگم هی تکرار میکنم که دیگه اصلا فراموشتون نشه، چون به این سر کلاس و اونجایی که میدونم تکرار نمیکنن، یه چیزی رو میگن میرن و اونم حق داره دیگه، چون خسته کننده است واقعا بخواید اونقدر تکرار کنی خسته میشی. ولی چون من دارم محتوا برای یوتیوب درست میکنم حالا اینا میمونه، میخوام جوری بگم که کاملا متوجه بشی. با اینکه خودم خسته شدم از تکرار کردم، ولی خب پی تکرار بکنیم که کاملا یاد بگیریم. سکشن کناری هم کاملا برمیداریم. به دو قسمت تقسیمش میکنیم. از پشت الگو میگیرم، لیفت میشه، کات میشه. نسبت به سطح سر 90 درجه رایت میشه. اینم از مدل راند لیر، همونطور که میبینید دقیقا شکل سر در آورد. بریم سراغ ساخت شکل خارجی، ولی قبلش یه مقدار پوین کات بزنیم، خط برش از بین بره، خشکش کنیم، بعدش بریم سراغش ساخت شکل خارجی. خب این کله مانکن پلاستیکه، پس من سشوار در حد خشک کردن انجام میدم، چون یه مقدار حرارت بگیری آب میشه. از وسط فرق باز کردم که سشوار کشی رو انجام بدم. برای حرکت پوینت کات میام به صورت عمودی این کار انجام میدم، ولی این لاین آخر رو، یعنی یه لاین از آخرمو جدا میکنم و اینا پوینت کات نمیذارم، به خاطر اینکه بعد میخوام شکل سازی انجام بدم شکلم تمیز در بیاد و صاف باشه. لازم نیست تقسیم بندی دقیق و اینا، همینجوری مو رو بگیرید بکشید بیرون به این شکل. گرفتم کشیدم بیرون و عمود زدم. بچه ها کوتاه نکردم، نه
میبینید شکل و قشنگ در آوردم و گرد گرد در آوردم. میبینید شکل کاملا شکل خود سر. بچه راستی وقتی که کوتاهیتون رو انجام دادید خب قشنگ میتونید از این دو قسمت بگیرید بکشید. میبینید گرفتم کشیدم و کاملا اندازه است که این جلوی سرم چک کنیم ببینیم اندازه است یا نه. میریم سراغ سکشن آخر. لیفت میشه و پایم کارت میخوره. اینم از پایم کارت کردنمون. بریم سراغ مرحله آخر که ساخت شکل خارجیه. ببین شکل خارجی رو در رابطه با شکل خارجی، شکل خارجی رو ما میتونیم حالا شکل متفاوت کنیم. اوکی، میتونیم بیاریم اینجا و پشتش مثلا چی باشه، تیز باشه، هفتی باشه، وی شکل باشه، یا میتونه گرد باشه. و اینکه چقدر بریم بالا بچه ها، تا جایی میتونید برید بالا که دیگه فرم خراب نکنید، نری تا اینجا مثلا بیای بالا کات بزنید، نه دیگه. تو میخوای این میتونی مثلا این مقدار اینا رو بزنی، خب شکل رو بسازی، زیاده حد هم نمیشه رفت بالا. حالا من میخوام در پشت، چون راند لیر زدم جلو کوتاه‌تره و میاد پشت گرد میشه دوباره میره بالا، به این شکل میخوام درستش کنم. برای اینکه شکلم به هم نریزه اون رو کاملا صاف میکنم. حالا میتونید یه مقدار از اسپرم استفاده کنید، میتونید یه مقدار اسپره بزنید سراغ ساخت شکل خارجی. ببین از من تا کجا میتونیم کات بزنیم برای شکل خارجی؟ تا جایی که دیگه شکلمون رو خراب نکنیم. یعنی دیگه نمیتونی تو بیای اینجا کات بزنی، نهایتش اینقدر کات بزنی دورش حالا یه شکلی بسازی، وی بسازی، گرد بسازی. من چون روند لیره میخوام گرد بسازم.
ببین شونه رو میذارم داخلش، باقی شونه قیچم پشتش میکشم تو افت طبیعی خودش ول میکنم مورو، چون پلاستیکه میکشه بالا دیگه. میتونم از تافتم استفاده کنم که فیکسش کنم که بازی نکنه چون پلاستیکه. اگه مشتری بود بهش میگفتم بیسته و این کار رو انجام میدادم. اینجا رو گرفتم دیگه مشخص. حالا اینم بهتون بگم، میتونید مثلا میخواید جلو بلند باشه میتونید اینا رو ببرید عقب‌تر گیره بزنید، یا مثلا بکشید عقب‌تر بزنید، این چیزا هم هست. میگم کلا بریم جلو این دوره رو، همه چی دستتون میاد. دست میذارم پشتش، یه تافت میزنم، همونش پلاستیکه به خود. دوباره شونه کشی میکنیم، قشنگ رو پایین شونه کشی میکنم، یه اسپری دیگه میزنم.
بیایم دوباره یه لنگیری مجدد، یه تنسکاری مجدد کنیم. حالا اگر مشتری بود میگفتیم سرش یکم بیاره پایین، شونه میزدیم و این نوهای زیر که وقتی سرش بیاره پایین اون اضافه ها رو میزدیم که اگر زمانی موشا اینجوری که سرش تکون داد اون زیره اینجوری نزنه بیرون. پس به این هم دقت کنید، ببینید شکلشو. این هم از مدل راند لیر که شکل سازی بیرونش هم انجام دادیم، یعنی شکل سازی خارجیش هم انجام دادیم و کامل بهتون آموزش دادم از چه قراره. سعی کردم خیلی واضح صحبت کنم، سعی کردم خیلی با دقت همه چی رو انجام بدم که توی بیننده از اون دور بتونی متوجه بشی. خیلی ممنونم که تا اینجا منو دنبال کردید. لطفاً اگر هنوز مشترک چنل ما نشید چنل سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید، لایک و کامنت هم به من انرژی میده، خیلی مخلصیم. در ضمن کامنت ها رو میخونم من و جواب میدم. لطفاً برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید، اگر آرایشگری داری برای آرایشگری بفرست، حتماً به دردش میخوره. و این پارت سوم بود که ما اومدیم اولین مدل از 9 مدل فاندامنتال رو کوتاه کردیم، مدل راند لیر در زوایای 90 درجه زدیم، کلا راند درش آوردیم و اومدیم که بعد خوش کردیم و حرکت پوینت کات زدیم و خط برش رو از بین بردیم و اومدیم لاین خارجی رو گرفتیم به صورت گرد و توضیحات کامل رو دادم. بعد در پارت بعدی که پارت 4 میشه میریم سراغ مدل بعدی. خیلی مخلصیم، تا درود دیگر، بدرود.